کاهش محدودیت اینترنت در ایران همچنان به انتشار تصاویر بیشتری از اعتراض‌های هفته گذشته کمک می‌کند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا از دریافت هزاران پیام، ویدیو و عکس از سرکوب اعتراضات در ایران سخن گفت. او همچنین افزود که ایالات متحده از مردم ایران حمایت می‌کند. به مردم شجاع ایران که سکوت در برابر 40 سال نقض حقوق بشر توسط نظام رو نمیپذیرند میگویم که ایالات متحده صدای شما رو میشنوه، از شما حمایت میکنه و در کنار شما برای آینده‌ای روشن‌تر میسته. سخنان آقای پومپئو پس از فرو نشستن آخرین دور از اعتراض‌ها در ایران مطرح می‌شود. اعتراض‌هایی که پس از افزایش قیمت بنزین آغاز، اما به سرعت به تظاهراتی علیه حاکمیت تبدیل شد. اعتراض‌هایی که به شدت سرکوب شد. وزیر کشور ایران اقدام نیروهای امنیتی در استفاده از اسلحه را دفاع از خود توصیف کرد. ولی بیش از 50 مورد پایگاه و پاسگاه نظامی و امنیتی بوده که مورد حمله قرار گرفت. در هر پاسگاه ما حداقل تعداد اسلحه‌ای هست که در شرایط مختلف بتونن از خودشون دفاع کنن. این در حالی است که تصاویری از شلیک مستقیم گلوله به معترضان توسط نیروهای امنیتی در مناطقی دور از پایگاه‌ها یا حتی مراکز عمومی منتشر شده. وزیر کشور آماری از شمار کشته شدگان حوادث اخیر ارائه نداد، اما سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شدگان را دست کم 143 نفر اعلام کرده، اگرچه افزوده احتمالاً تعداد قربانیان بیش از این باشد. وزیر کشور ایران همچنان تعداد معترضان را تا حدود 200,000 تن برآورد کرده. ما آمار و اطلاعاتی که نیروهای میدانی و از جمله فرمانداری‌ها و استانداری‌های ما دادن بین 130 هزار نفر تا 200 هزار نفر در این صحنه‌ها بودند در کل کشور. پیش از این قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که اعتراض‌های اخیر در بیش از 500 نقطه کشور روی داده. اعتراض‌هایی که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان نسبت به احتمال تکرار آن هشدار می‌دهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا. 40 سال دیکتاتوری بس دیگه.